مسئله دیگه ای که من تقاضا میکنم اینه که ما بعد از 30 سال باید دیگه امروز از محیط سیاسی امنیتی بیایم بیرون، وارد محیط اقتصادی فرهنگی بشیم. ما اگه دوباره بخوایم حالا یه مدتی، حتی یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، چند ماه دوباره فضای کشور بخواد سیاسی امنیتی بشه، ما از امر توسعه عقب میمونه. من یکی از نگرانی های مهمتر من از میزان آرا که آرا چی شده این است که نکنه خدای نکرده با بحران سازی کشور برای چند سال دیگه بره توی فضای سیاسی امنیتی و ما از امر توسعه عقب بمونه. اگر جناب علی بیاتون هست، من مهمترین مسئله ای رو که در انتخابات مطرح کردم انقلاب اقتصادی بود. چرا؟ چون خیالم راحت شده از مسائل سیاسی امنیتی با. یعنی اون مرحله رو ما پشت سر گذاشتیم. اگر حالا در این خیز جدید که میخوایم یک انقلاب اقتصادی در کشور به وجود بیاریم دوباره فضا بخواد سیاسی امنیتی بشه، خب این چی اتفاق میفته؟ ما 10 سال ممکنه عقب بیفتیم، از امر توسعه عقب بیفتیم. لذا من خواهشی که دارم از دوستان پلیس، از مردم، این است که همه دست به دست هم بدیم، وحدتمون حفظ بکنیم، نذاریم فضا سیاسی امنیتی بشه. پلیس با خونسردی برخورد کنه، احترام مردم رو داشته باشه. حتی به نظر من اگر به یه نفر هم اهانت نشه، این بزرگترین عامل امنیت خواهد بود. مردم هم همینطور، مردم هم رعایت بکنن و سعی کنن از همون مسیر قانونی انشاءالله کارو دنبال کنن. من جدی هستم، من به مردم ایران قول میدم حتی برای یه رأی شما هم کوتاه نخواهم اومد، اما من کاملا مسیرم جداست، من مسیر قانونی رو طی میکنم، جدی هم هستم، از شورای نگهبانم پیگیری خواهم کرد، نمیگذرم و دنبال میکنم و مطمئنم هستم با وجود رهبری و افراد دلسوزی که وجود دارن بالاخره مسئله رو روشن میکنیم که چه اتفاقی افتاد. های دکتر، حالا چون بحث اقتصادی رو همونجوری که خودتون فهمیدید توی سخنرانی های انتخاباتی، توی گفتگوهایی که داشتید خیلی اشاره داشتید روی اهمیت به هر حال اقتصاد و این انقلاب اقتصادی، و خب حالا نمیدونم توی مصاحبه هایی که باز توی بخش های مختلف خبری هم پخش میشد، وقتی میرفتن سراغ کسبه و اونهایی که بالاخره مغازه‌ای دارن، نگران بودن که خب این اگر بخواد ادامه پیدا بکنه یه مقداری ممکنه به اونها هم لطمه بخوره. یه اشاره هم توی صحبتتون داشتید به این که نباید گذاشت این وضع موجود به بحران تبدیل بشه. حالا به نظر شما برای این که نخواد به بحران تبدیل بشه، حالا چند تا توصیه رو خود جناب علی داشتید، نخواد تبدیل به بحران بشه، طرف‌های مختلف باید چیکار کنن؟ اول اینکه شورای نگهبان و وزارت کشور حرفای تحریک‌آمیز نزنن و با صراحت و صادقانه بگن ما حتی از یک رأی شما نمی‌گذریم. یعنی اینو واقعا نشون بدن. مسئله دوم هم مسئله مردم هن. مردم هم به نظر من به عنوان سرباز اونها ازشون خواهش میکنم که وحدت رو حفظ کنن و تا زمانی که مسیر قانونی باز هست از مسیر قانونی حقوقشون رو پیگیری کنن. البته خب بیشتر من و جناب آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی باید فعلا به عنوانی که حق شکایت داریم و ما هم فعال شدیم، یعنی من و اتفاق می‌خواستم نظر شما در مورد وضعیت نامزدها هم بپرسم. بله، ما الان فعال شدیم، شکایت‌های خودمون رو به شورای نگهبان انجام دادیم. مثلا ببینید، خب الان 170 تا حوزه رأی هست که اینها بالای 95% تا 140% مردم رأی ریختن. من گله دارم از آقایون وزارت کشور که میگن این آقایون شکایتی نکردن. خب شما 170 تا حوزه انتخاباتی ما داریم که از 95% تا 140% رأی ریختن. خب این 140% این قابل بررسی نیست. ما شکایتمون یکیش اینه. رأی به نفع یک نفر، نه بیش از حائزین شرایط رأی ریخته شده، نه به نفع یک نفر. یعنی مثلا فرض کنیم که اگر یه جمعیت معینی حائز شرایط رأی بوده، 140% اومده، یعنی 40% بیشتر از کسانی که میتونستن رأی بدن رأی دادن. خب این مسئله مهمیه. دوستان ما نباید بیان یکی دو تا از شکایت های نامزدهای انتخاباتی رو بگیرن این رو هو کنن. خب بالاخره اینا هم هوادار دارن، اینا هم احساسات دارن، اینا هم میگن که خب پس مثل این که این مسئله باید کاملا برگرده به یه صداقت فیما بین طرفین. یعنی هم شورای نگهبان و وزارت کشور
احترام کامل بذارن به نامزدها و هوادارانشون، هم نامزدها و هواداران زود نگن که کار نمیشه و مسئله دیگه شورای نگهبان دستش با دولت توی یه دست هستن، اینا با هم هستن، اصلا نمیشه به اینها اعتماد کرد. خب ما به نتیجه نمیرسیم، یه دعوای شروع میشه، میشه بحران. من فهم میکنم که اگر ما طرفین این حادثه اخلاق رو، اعتماد رو، اطمینان رو و امید به آینده رو حفظ بکنیم، ما از این مسئله عبور میکنیم، به بحران هم در حقیقت تبدیل نمیشه. لذا من بیشتر صبر و حوصله رو و پیگیری از مجاری قانونی رو من الان توصیه میکنم. اگه این کارو بکنیم بحرانی به وجود نمیاد، ولی اخلاق هم بسیار مهم است، خیلی مسئله اخلاق مهم است. اگر بلافاصله بعد از انتخابات که نتایج اعلام شد، بعضی از دوستان ما شاخشونه نمیکشیدن. حالا در حقیقت بعضی از، نمیخوام حالا اونا رو بگم، مردم میدونن، منم نمیخوام هی تکرار بکنم. البته حالا خوشحال شدم که یه جبرانی شد، ظاهرن امروز اون فردی که اصطلاحی رو به کار برده بود مقداری جبران کرد. ولی چرا ما یه حضور شکوهمند مردم رو با حالت عصبانیت یا دلخوری یه کاری میکنیم که طرفهای مقابل احساس کنن تحقیر شدن، بعد حالا اونم دست به افرادکاری بزنن؟ حالا طرف مقابل میگه به من، مثلا من شنیدم در یکی از شهرستانهای نزدیک تهران 3 شب پشت سر هم میرن حرفای خیلی تند میزنن، حتی از مراجع میخوان که شما چرا موضوع نمیگیرید. حالا بالعکس که نباید بشه، مراجع باید به ما بگن که چه کار بکنیم. اگر ما بخوایم بریم برای مراجع تقلید تعیین تکلیف کنیم، خب این وارونگی اوضاع را از حالت عادی به حالت بحران سوق میده. من اخلاق رو واقعا توصیه میکنم، اخلاق بسیار مهم. از اول انقلاب هم آن چیزی که اون صفا و صمیمیت و برادری رو و اون گذشت و ایثار رو تو حوزه سیاسی و نظام جمهوری اسلامی پایدار کرد، مسئله اخلاق بود. ما با اخلاق، با صبر، با حوصله و در ضمن پیگیری از مجاری قانونی میتونیم این مشکل رو حل کنیم و اجازه ندیم این اختلاف، ولو اختلاف مهمی هم است، از نظر خود من خیلی مهم است، اما من معتقدم که اهمیت اختلاف یه بحثه، اینه که ما اجازه ندیم این اختلاف به بحران تبدیل بشه، اینم یه بحث دیگه است، هر دو مهم است. خیلی متشکرم. اجازه بدید آقای دکتر یه مقداری نگاه برون مرزی هم داشته باشیم، چون جناب علی هم اشاره کردید به اون شور و نشاطی که قبل از انتخابات بود توی خیابون‌ها اینور اونور توی شهرهای مختلف، جوان‌ها غیر جوان‌ها همه بالاخره خودشون رو برای انتخابات آماده می‌کردن. به هم اشاره داشتید توی الان صحبتتون به حضور شکوهمند، حضور شکوهمند مردم در انتخابات 22 خرداد که نهایتاً به مشارکت 85% مردم منتهی شد. حالا به نظر شما این مشارکت 85% جایگاه ایران رو در جامعه بین المللی و در فضای بین المللی در چه جایگاهی و در چه در حقیقت میشه گفت که رتبه قرار خواهد داد؟ ببینید، این مشارکت مردم میتونه یک بار برای همیشه به همه مباحث حاشیه‌ای که در پیرامون دموکراسی در ایران هست پایان بده. اصلا این میتونه یه قفلی باشه بر زبان منتقدین جمهوری اسلامی تو دنیا. و من فکر میکنم که یکی از عقده‌های کسانی که دارن از این اختلاف میخوان تو این آب گلالود ماهی بگیرن همینه که این 85% حضور مردم میتونه برای همیشه دموکراسی رو در ایران به نحوی تثبیت کنه که حتی مخالفین جمهوری اسلامی دیگه صحبت از این نکنن که دموکراسی در ایران نیست. اونا هم بپذیر. اتفاقا اولین بارم بود که من میدیدم که حتی یک گروه مخالف هم تحریم نکرده بودن انتخاباتو. چرا؟ چون اونا متوجه شده بودن ملت ایران با یه شور و هیجان خاصی داره میاد تو مسئله. البته من این نکته از یادم رفت که من الان بعضی از تحلیل‌ها رو قبول ندارم که میگن چون فضا دو قطبی شد اینقدر رأی آوردن. بالعکس، من معتقدم چون فضا سه قطبی شد ما این همه جمعیت به صحنه آمد. و اصلا تنها تفاوت این انتخابات با تمام انتخابات ریاست جمهوری